حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الحجة ابن الحسن فداه أرواح العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هدیه پیشگاه مقدس و نورانی حضرت علی بن موسی رضا و از بهر تعجیل فرج فرزندش صلواتی مرحمت بفرمایید. با یک نگاه اگر به زندگی مبارک و شریف حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه انسان نگاه کند، حالا این امام همام، این امام بزرگوار که یک خصوصیتی داره خیلی عجیب، بلخص در شأن عزاداری حضرت که چه در ایران چه در عراق پیرامون از عزاداری حضرت کاظم علیه السلام اهمیت زیادی شیعیان قائلن، حالا در عراق به خاطر واضح دیگه مرقد حضرت کاظم موسی بن جعفر و در ایران به خاطر موقعیت حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه که از دور و نزدیک میان به پابوس امام رضا برای عرض تسلیت. این امام همام که ویژگی های عجیب و زیادی دارد و چه بسا بعضی از ویژگی های ایشان منحصر به فرد است که شاید تنها امامی باشد که در جایی شهید شده باشد به اسم زندان. بله، سامر را هم یک زندان بزرگ بود، اما اسمش یک شهر بود به ظاهر، اما تنها امامی باشد که در جایی شهید شده باشد که اسم زندان باشه، زندانی که در آن خیلی حضرت رو شکنجه دادن، چه شکنجه های جسمانی و چه شکنجه های روحانی، یعنی هم روح حضرت رو با اون دشنام هایی که می دادن، با اون ناسزاهایی که می گفتن آزار و اذیت می دادن و هم حضرت رو شکنجه می کردن که در روایات آمده، در زیارات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه آمده. اگر ما بخوایم نگاه کنیم به این آقای بزرگوار که خیلی عظمت باب الحوارج و برای ما شیعیان خیلی عظمت داره، یعنی خیلی کار کردن، حالا همه ائمه کار کردن،
برای تمام جهانیان، مخصوصا برای شیعیان. اما یک کار بالخصوص حضرت موسی بن جعفر انجام دادن که به حسب روایتی که در اصول کافی نقل شده خیلی عجیبه، که قرار شد، حضرت می‌فرمایند قرار شد روایته که بلا نازل بشه، خدا حضرت موسی بن جعفر رو مخیر کرد که آیا بلا بر شیعیان نازل بشه یا بر شما. فختار نفسه، از خدا درخواست کرد که بلا بر من نازل شود و بر شیعیان نازل نشود. حالا چی بوده قصه؟ مرحوم علامه مجلسی یاد میکنن، ذکر میکنن، در حقیقت حدیث رو برای ما شرح میدن که قرار بود حضرت موسی بن جعفر قیام کنند، اما متاسفانه شیعیان اسرار حضرت رو نتوانستند حفظ کنند. حالا ممکنه صحبه نه عمدن. مثلا آقا یک رازی از رازهای جنگی حضرت مثلا یا کارهای در حقیقت که میخواستن انجام بدن و تنظیم بدن این لشکرشون رو حضرت بیان کردن به بعضی از شیعانشون، این رفته لااقل مثلا دیده برادرشو بهش گفته، قصد خیانت هم نداشته، اما نباید این کار رو میکرده. در روایت داریم که فاش کردن رازهای ما، اسرار ما، بر ما سنگین تر است از شمشیر معاویه و یزید. چرا؟ چون که همین رازهاست که اگر فاش شوند حضرات معصومین رو در معرض ستم ستمکاران قرار میدهند. فاش کرد، خب به حاکم رسید. حاکم کیه؟ هارون الرشید. هارون الرشید دیوانه، یعنی هارون الرشید اگر در این زمان بود اینقدر قرص باید بهش میدادن. یک کسی که استقرار روحی نداشت، دیوانه به این معنی، نه اینکه عقل نداشت، تکلیف نداشت، که اول شب رقاصی کنه، دم سحر دعا و مناجات بخونه، اینا به هم نمیخوره. یک کسی که از جهت روانی استقرار داره، یا اون راه رو میگیره یا این راه رو میگیره. این دو جنبه رو داشت، هم میگفت و آز بیان مرا موعظه کنن، هم زنبازی میکرد، هم رقاصی میکرد، هم شرابخواری میکرد، والعیاذ بالله. با یه همچین ستمکاری که این ستمکار از دل یه حرکتی در اومده بود که پدید شده بود قبل از آمدن او بر سده حاکم به سالیان اندکی، و آن قیامش حسین شهید فخر بود. حسین شهید فخر که قیام کرد برای اصلاح، نهضت کرد برای اینکه عدالت بشه، برای اینکه اهل بیت حکومتی از حکومت‌ها دستشون برسه، و توسط مهدی عباسی سرکوب شد، قتل عام شدند، سرها از بدن جدا شد، که حضرات معصومین می‌فرمایند این کربلای دوم ماست. از دل این آمده بیرون. حالا حسین بن روح که حسین شهید فخر که امام نیست، از نوادگان ائمه است. امام موسی بن جعفر بخوان قیام کند جمع کردنش سخته. حالا با همچین شخصیت قدرتمندی مثل حضرت موسی بن جعفر که از اول بیان میکرد حق را، داخل مسجد رسول الله بشه اون نانجیب بگه السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابن العم، سلام بر تو ای پیامبر خدا، سلام بر تو ای پسر عمو. اینا تصوراتشون این بود دیگه، که دیگه چون که از قوم خیشان هستن، از قریش هستن، دیگه اینا باید حکومت رو دستشون بگیرن، اولویت دارن بر معاویه و بنی امیه. نه آقا،
شما با اون هر دو صفرین، صفر به علاوه صفر چند میشه؟ صفر. فرقی نداره. اون کسی را که خدا اختیار میکنه، همین، از دیگه این نیست. وقت امام موسی بن جعفر داخل بشه، همه نشسته باشن، علیکم السلام، همه نشسته باشن، وزرا، سردمداران لشکر، عمرا، بایستد در مقابل ذریح حضرت رسول، عرض بدارد السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا جدا. خب بحث بحث ارثه، اون از باب ارث میخوام برم. ما ارث بردیم حکومت رو از رسول الله. حضرت موسی و جعفر عرض بدان السلام علیک یا جدا، پدر بزرگوار من، سلام خدا بر تو باد. خیلی ناراحت شد هارون، گفت که چجور شد جد شما و چجور خدمت شما عرضم به این که رسول الله از طرف حضرت زهرا، از طرف علی ابن ابی طالب، نه شما جدتون عبدالمطلبه، به رسول الله چه کار داری؟ که حضرت استدلالاتی کردن، از جمله استدلالاتی که کردن فرمود اگر رسول الله اعظم الان از پشت این کوه بیاد، اگر فرزن رسول الله بیاد، دختر تو را ای هارون رشید خواستگاری کنه چه کار میکنه؟ میری گفت بله که میدن اتشرف. شرف ما اینه که دختر بدیم به رسول الله پسر عمومون. حضرت فرمودن اما اگر رسول الله بیاد از بن دخترم را خواستگاری نمی کنم و اگر چنانچه کرد من نمیدم، چون که دخترم دخترشه. پس این راهی که فکر می کرد هارون الرشید اگر این راه را بپیماید می تواند یک رنگ مشروعیت بدهد به حکومتش، حضرت موسی بن جعفر در به این راه را محکم بر صورت هارون میبندند بارها و بارها. احیانا استدلال میکنن، میفرمان خدا در قرآن کریم فرموده که عیسی از اولاد ابراهیم. آه چجوری عیسی از اولاد ابراهیم؟ مگه میشه؟ بله، از جانب مادر. بعد استدلال میکنن که خدا در قرآن فرمود ان الله به حضرت مریم ان الله اصطفاکی و طهرکی و اصطفاکی علی نساء العالم. ای مریم، خدا تو رو برگزید، پاکت کرد و برگزید بر زنان عالمیان خود. اون عالم در اون زمان، اون بره زمان. بعد حضرت می فهمند کذالک خدا مادرمان حضرت زهرا را برگزید و ملائکه به حضرت زهرا عرضه می داشتن یا فاطمه ان الله اصطفاکی و طهرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین، و فرزندان فاطمه، امام حسن مجتبی، حضرت سید الشهدا، اینا فرزندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن، که ما هم فرزندان امام حسن و امام حسین. نه اینکه کل مطلب اینه، نه، اون راهی که اون میخواست دنبالش بره حضرت این گونه جواب میدادن و چاره ای نمیدید جز اینکه قبول کنه، یعنی ساکت میشد، نه اینکه قبول کنه. قبول کنه باید ول کنه بره، ساکت بشه. حالا عرض بنده اینه، امام موسی بن جعفری که اینقدر عظمت داشتن که خودشون رو فدا کنن، آقا امامه، امامه من قبل الله، عابد زاهد که داره سألت العالم، روایات ما تقیه شدید بود دیگه در زمان حضرت موسی بن جعفر، یه جایی میگن سألت العابد، اون عابد، اون عالم، سألت العبد الصالح، اون بنده خوب خدا. این همش اشاره به حضرت موسی بن جعفر داره.
از اسماء حضرت موسی بن جعفر علیه افضل الصلاة والسلام. مطلب اینه با این عظمت یه دفعه حضرت سر زندان در بیار، زندانی که در آن زندان خیلی حضرت رو آزار میداد، خیلی اذیت میکردن حضرت رو. حالا چی شد؟ با اون همه علمی که برای همگان در حقیقت واضح شده بود و واضح بود و واضح تر شد که حضرت موسی بن جعفر امام من قبل الله، هارون الرشید ساحری داشته باشه که این قصه پیرامون حضرت کاظم نقل شده و پیرامون حضرت روا نیز نقل شده و بعید نیست مطلب مکرر شده باشد که ساحری حضرت رو گفتن خب بشین رو سفره بخوریم، تا حضرت دست به نون بردن ساحر اشاره کرد نون رفت بالا، حضرت خواستن بگیرن نون اومد پایین، خندیدن حضرت نگاهی کردن عکس شیر دیدن فرمودن یا اسد الله خود عدو الله، آمد و خورد اون ساحر رو، اون سرکشم که از حال رفت و این معاجز رو دیده باشن. چقدر معجزه داشت حضرت سلام الله علیه، چقدر بزرگ بود، از دانش، از علم، از معرفت، از عبادت، از خردسالی حضرت صادق مردم میمدن از حضرت، بزرگان اصحاب، حتی احیانا امثال ابو حنیفه و غیر ابو حنیفه، اینایی که دشمنان علمی حضرات معصومین بودن، که این دشمن علمی بدتر از دشمن شمشیریه، نمی مدن سوال میخواستن بکنن، حضرت میفرمونن از فرزندان بپرسی. یعنی از همون اول در حقیقت حضرت موسی بن جعفر رو برای رهبریت جامعه و جامعه رو برای قبول رهبریت حضرت موسی بن جعفر آماده کرده بودن. حالا چی شد با این همه معجزه، با این همه بیانات، با این همه کمالات، با این همه عبادت که در سجن ربیع گذاشتش هارون؟ ربیع هم یه آدمی بود، شما فرض کنید، حالا میخوایم مثال بیاریم، یه آدمی بود وظیفه، مثلا صاحب وظیفه زندانبان، شغل زندانبانی بود، به سیاست کار نداشت، آقا حاکم هر کی میخواد باشه، من زندانبانم، ترجمه میفرمایید؟ گفت اینو مواظبش باش، خیلی مشکل داره. آدید حضرت رو با یک ماه دو ماه هی نگاهش میکردم، مثلا صبح قبل از صبح وضو میگیره، نماز میخونه، بین الطلوعین سجده میکنه، بعد میشینه، بعد سجود میره تا ظهر بدون اینکه تجدید وضو کنه، پا میشه نماز ظهر عصر میخونه، صبحها رو روزه داری، شبها رو عبادت. به هارون گفت آقا چی بردی پیش ما؟ اینکه مشکلی نداره. تا لو میرفت هارون زود حضرت رو از یک زندانی به زندان دیگری منتقل میکرد، میترسی. این همه بزرگواری چی شد که ایمان نیاوردن عده‌ای؟ آگاهی میایم صحبت میکنیم که ادله بر حقانیت امیر و مؤمنان حضرت زهرا انبیا چیه؟ گاهی باید بیان کنیم که چرا عده‌ای ایمان نیاوردن. خود حضرت موسی بن جعفر در بیان این مطلب این آیه رو فرمودن، یک جایی در یک روایت این آیه رو قرائت کردن، این آیه که اول کلام مقدمش گفته شد، بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند می‌فرمایند سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. من از آیات خودم آنهایی را که در زمین سرکشی می کنند روی برمیگردانم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. آقا مخلوق مخلوقه، از جهت مخلوقیت من با آسمان
با زمین با شما هیچ فرقی نداریم، هممون محتاج الله من حیث المخلوقیه من حیث الاحتیاج، هیچ فرقی نداریم. بر چی من بر شما تکبر کنم؟ ما بر حیوانات تکبر میکنیم. چرا آقا اگر یک حیوان حلال گوشتی را بگیرد انسان سر ببرد عمدن بدون نام آوردن نام خداوند متعال حرام میشه؟ چون که تصرف در ملک خداست، حق نداریم بکشیم. حق داره انسان بکشه، برای چی میخوای بکشی؟ آقا نیاز دارم بخورم، باید به اذن خدا باشه. تکبر برای چی؟ دوزا احکام هم ذکر میکنم، اونایی که صید شکاره برای دلخوشی، حالا ماهیگیری برای دلخوشی، شکاره برای دلخوشی، اینا حرامه. اگه انسان بره نمازشو اگرم چه قطع مسافت کند، به مقداری که یک مسافر اگه بره نمازش رو شکسته میخواند این سفر کند، به همون مقدار نمازش رو باید کامل بخواند. چرا؟ چون که فی معصیت الله. آه حیوانی میخواد بکشه، یه گورخری رو میخواد بکشه؟ نه آقا، پیش شما این حیوانه، پیش خدا این مخلوقه، با تو هیچ فرقی نداره، با من هیچ فرقی نداره از جهت مخلوقیت. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اونایی که سرکشی میکنند نمیخواهند سر فرود آورند برای حق، برای حقیقت، اینا دیگه آیات رو هم براشون بیاری خیلی براش مهم نیست. دیدین یه عده ای و عیاذ بالله مثلا دستشون کج دزدی میکنن میبرنشون زندان، اینقدر سختی میکشه تو این زندان، یک سال دو سال کتک کنونم زندانه دیگه، والعیاذ بالله. آقا میارنش بیرون، کارم براش درست میکنن، میگن آقا این کار، اینم پولش، باز میره دزدی، دوباره میندازن زندان میشتن، میارن بیرون باز میزنن سر کاری، باز میره دزدی، دیگه به درد جامعه نمیخوره، میگن آقا همونجا بمون، تو دیگه به درد جامعه نمیخوره، نمیتونی. آیا مشکل گشنگی داشته؟ نه. چی بوده؟ سرکشی. وقتی انسان متکبر بشه، سرکش بشه، دیگه آیتیت یک آیت رو نمیبینه. مثل یک کسی که مریض بشه، سرما بخوره، دیگه حالا این کاویدم که دیگه الحمدلله به همه ملت فرمود که ممکنه انسان ذائقه‌شو از دست بده، شامه‌شو از دست بده، حس بویاییشو از دست بده. آقا بوی عطره، بقول اون بابا گفتم چجوری فهمیدی که شما کاوید گرفتی؟ آقا من رفتم سیر خوردم، دیدم انگار دارم کلم میخورم، دیدم نه آقا ما رفتیم توش، آقا خوشمزه ترین غذا بهش بده، نمیتونه، این سنسوراش از بین رفته، ضربه بهش خورده. چجور سنسورای انسان ممکنه از دست بره؟ این قدرت تشخیص حق و قبول حق رو خدا از این میگیره. ازا همیشه به ما گفتن متواضع باشی، سر فرود بیاری. آقا بچه هست به شما کلام حقی گفت قبول کن، نگو بچه هست، حقی. شما برای بچه نداری سر فرود میاری، شما برای حق سر فرود میاری، مهم نیست. بزرگی گفت قبول کن، هر کی گفت، زن گفت قبول کن، مرد گفت قبول کن، قبول کن. سأصرف عن، خدا میگه سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق. آقا چند نفر رو سفره هارون الرشید نشسته بودن، دیدن عکس شیر، شیر شبه بیاد بخوره اون نانجیب، اون ساحر رو. آقا بقول یک کسی هم میگه خواستم جایی منبر بریم، گفت رو خدا اگر رفتی منبر این روایات رو نخوا، عکس شیر شیر شد. البته من خودم قبول دارم، اما مردم تحمل ندارم. گفتم خب مردم قرآن نخونن. موچه صحبت کرد، هدهد تشخیص داد کی چی را عبادت میکنند، الاغ بلعم باعورا و دیگه همینجور برو، همینجور برو. اگر قرار انسان ایمان نیاره، خب به قرآن ایمان نیاره.
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. یک مورچه دید سلیمان رو، گوی مورچه بریم داخل لونه هاتون، این سلیمان نه لگت کوب کنه شما را. باد صدا از راه باد میره دیگه، باد صدا رو نقل کرد به گوش سلیمان، سلیمان اومد پایین. وای مورچه، نمیدونی من نبی خدا هستم، ظلم و ستم نمی کنم حتی به مورچه؟ گفت چرا میدانم. گفت پس چیه؟ گفت مورچه ها ببینن شما بر بساط اینو تو هوا اون بالا 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 ها پرواز دین دل نمیدن تو زمین و خاک بیان کار بکنن. من ترسیدم اینا روحیه‌شون رو از دست بدم. میدونم شما ظلم نمی‌کنید. تا اینجاشم اهل بیت برای ما بیان کرد. اون ظاهر قرآن اینم بیانات اهل بیت. حالا عکس شیر شیر شد اهل آدم. این خیلی سخته. حضرت عادی آمدن سلام الله علیه. توی کوچه راه میرفتن دیدن یک پیرزنی نشسته و یک گاو مرده‌ای هم هست و همجور داره گریه میکنه. حضرت فهمن چی شده؟ که این گاو همه این من شیر میداد رزق و روزیم از این بود. حضرت پا زدن به این گاو، فهمونم پاشو این زنده شد. این پیرزن داد قاد بیایید ببینین گاو رو این آقا زنده کرد. حضرت فهمن یا باشه این پای من ارزشش از دم به گاب بنی اسرائیل بیشتره که فضربوه به بعضها. یک نفر رو کشته بودن بنی اسرائیل تو سوره بقره که اسمش هم دنبالش این قصهش همینه. کشته بودن و تهمت زده بودن عده ای از بنی اسرائیل رو که این کارو کردن در حالی که نبودن اونا. یه خلاصن یک گابی رو کشتن و گفتن اون دم به مرده شو، اون دمی که دم به گاب مرده رو بریم بزنیم به اون مرده زنده میشه. گاب مرده، دنب گاب مرده، بزنن به یک انسان مرده زنده میشه بإذن الله. حضرت عادی فرد بودن این پای من ارزش از اون دنب بیشتره. یه دی تا برسه کانال های ماهواریه اون کسایی هم که تابع اهل بیت نیست همجور هم کار میکنن و اینا. آی چیه شرکه؟ خب اون شرکه تو قرآنه. اگه اونجا رو قبول کنی اینجا رو باید براش صرف تسلیم نشید. حضرات معصومین شأنشون خیلی بالاست. می دیدن؟ بله می دیدن. ایمان می آوردن؟ نه ایمان نمی آوردن. چرا؟ چون که خدا وقتی می بینه این دلش دیگه مرده مثل این آقایی که داره می خوره طعم رو نمی فهمه. آقا خوشمزه ترین غذاست طعم نمی فهمه. گواتارا ترین آبه طعم رو نمی فهمه. خوشبوترین عطره بو رو نمیشنود. تموم شد. آقا این بزرگترین آیه است، قوی ترین حجته. و احیانا ما میگیم خب حضرت حجت انشاءالله عجل الله فرجه الشریف تشریف بیارند انشاءالله مردم ببینن ذوالفقار در دست حضرتش معاجز حضرت. همه ایمان میارن نه. حضرت حجت با امام حسین علیه السلام با امیرالمؤمنین از جهت حجیت یکی هست. همه حجت هستن. کسایی بودن اونجا ایمان نیاوردن دیدن امیرالمؤمنان در خیبر رو با دو انگشت از جا کند. درسته؟ دیدن رسول الله رو شق القمر کرد. بله حضرت رسول فرمودن به ابو سفیان، ابو سفیان نمیخوای ایمان بیاری؟ ندیدی؟ خب ببین من دیدم خدای تو با تو ایستاد لذا حاضرم بگم اشهد و ان لا اله الا الله. اما حاضر نیستم بگم جمله دوم را چون که فی نفسی شیبان. و احمق خودت داری اعتراف میکنی
خدا با اوی، خدا با یک دروغگو که نمیسته. چرا نمیخوای بگی اشهد ان محمد رسول الله؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. چرا؟ فی النفس شیء، فی النفس شیء. حضرت رسول داشتن طواف میکردن، دید رسول الله طواف میکنه، ابو سفیان نگاهی افکن به رسول الله، تو دلش گفت لأجیشن علیک الجیوش، دوباره بر علیه شما لشکر کشی میکنه. رسول الله برگشتن، دست زدن به سینش، فرمودن اذا لینصرن الله، خدا هم مرا یاری میکنن. بعدها میشستن همین ابو سفیان و دار و دستش صحبت میکرد، ابو سفیان چیزی نمیگفت، میگفت خب شما بگو، شما پیر مایی، یه چیزی از دهن در بیاد. گفت نه، من میترسم این سنگریزه بره به رسول الله خبر بده. آخه سنگریزه نیست، خداست. خب ندید معجزه رو؟ دید. ولی وقتی تکبر داره، این دل دیگه دلی نیست که گرایش پیدا کند به حق، نور را ازش میگیرد. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس این همه معجزه، تمام حضرات معصومین، حضرت موسی بن جعفر، باز ولكن اكثر الناس لا يعلمون. چرا؟ چون تکبر دارن. سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون في الارض بغير الحق يروا سبيل الرشد لا يتخذون سبيل. راه راست رو میبینن، راه راست رو نمیرن. آقا این راه چراغ داره، مشکل نداره. دیدیم بعضی لجبازن، یا این راه برو سوار شو برو دیگه، لجبازی میکنه. این یه رو سبیل الرشد لا یتخذو سبیلا و این یه رو سبیل الغی، اون راه کج معوج، راه نادرست، راهی که به چاه میندازه انسان را، اون را اگر ببینن یتخذو سبیلا، یعنی راه همین. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن انزلن الدهر ثم انزلن، هی دهر و زمانه من رو پایین آورد، دوباره من رو پایین آورد، تا گفتن معاویه تو و علی در خطبه شقشقیه فرمودن حتی صرت و اقرن به هاده النظائر، اینا و نطق فنیق الغاوین. حضرت زهرا در خطبه فدکیه فرمودن که حالایی که پدرم رسول الله شهید شده رفته، اون پیر خرفتای گنگ الان برای ما سخنران شده. شما که گنگ بودین، 23 سال کجا بودین؟ یه جا ایستادیم گفتیم آی مردم کمک کنین رسول الله رو، یه جا نگفتیم. احیانا این کسی میگه خب آقا در بعضی از جاهایی که رسول الله میامدن و میگفتن من لهادا و انا اضمن له علی الله الجنه، کی میره عمرو بن عبدود را به ستیز این نانجیب من ضمانت میکنم بر خدا که این وارد بهش بشه، هیچ کس نمی ایستاد. خواهی عده میان میگن خواه عمار کجا شد؟ ابودر کجا شد؟ اولا عمار و ابودر در راستای امیر المؤمنان بودن، یعنی نمی ایستن در وقتی که امیر المؤمنان هستن، نه اینکه نمی خواهن. ثانیا این همه عمار و ابودر و مقداد صحبت کردن، میثم ها سخن گفتن، حجر ابن عدی ها سخن گفت، های مردم با امیر المؤمنان باشید، اونا کجا؟ این همه گفتن با رسول الله باشین. جلو چشمش عمار پا
پدر و مادرش را شهید کردند در مقابل دو چشم رضوان الله علیه. نطق صنیق الوابی. حالا دیگه مردم اینه، آخه مردم یک کسی امیر المؤمنین رها میکنه میره تو بیابون، امیر المؤمنان را رها کند برود با اونا، امیر المؤمنان را رها کند حضرت سید الشهدا را رها کند برود با ابن مرجانه، برود با یزید ابن معاویه که حضرت زینب کبرا فرمودن ولئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، اگر اون بلاهای زیاد باعث شده که من بیستم باهات سخن بگویم، فانی لاستظهر شأنک و استعظم تقریعک، شأن تو چیزی نیست برای من، فکر نکن یارم چیزی هست، گردن کلفتر از تو رو مادرم زهرا لگد کوب کرد، منم بودم تو مجلس، کی هستی؟ در سرکشیت هم مثل اونا نیستی. خب چی شد؟ های عده سرکش هستن، خیلی خوب، اینا صاحب مصلحت هستن، اینا دشمنی ذاتی دارن با اهل بیت، یه عده ای که آمدن به کربلا و یه عده ای که در کوفه ماندن و یه عده ای که در بغداد بودن و یه عده ای که در زمان عسکریین بودند، سلام الله علی اهل البیت، اینا در حقیقت مصلحتی در نبود اهل بیت در حکم ندارن، این که اهل بیت نباشن مصلحتی بهشون میرسه؟ نه، مصلحتی هم ندارن که دشمنان اهل بیت در حکم باشن. اما حشر مع الناس عید و الناس یمیلون مع کل ریح، با هر بادی به همون سمت میرن، آیا موج میاد؟ موج تدین، آه همه متدین شدن، موج میاد موج لایق، همه لایق میشه، آه نمیشه که. حضرت امیر میفرماید لا خیر فی ود امرئ متلون اذا مالت الريح مال حرف الامیر، خیر و برکتی نیست در یک مرد که رنگ آورنگ میشه، که هر جا باد ببزه به همون سمت میره، آقای خود از خودت خودی نشون میده، نه دیگه. اینا مشکلشون اینه که راه راست رو هم ببینن، آه مهم نیست. من خودم دیدم صدام چقدر حکومت کرد، بیش از 30 سال، 35 سال، من خودم بعضی از بچه شیعه ها رو دیدم در عراق، بعثی هم نبودن، اون زمان انتخابات اینا بود، میگفت چه اشکال داره یه سنی ما رو حکومت کنه، حالا عدالت کنه سنی باشه، لازم نیست شیعه باشه. گفتم مشکل تو همینه، هیچ وقت سنی نمیاد با عدالت برخورد کنه، برو تاریخ بکن، این مشکل نیست. ما چرا خودمون اینقدر زحمت بدیم، اینقدر در حقیقت جهاد کنیم، خسته بشیم، داعش بشه، فلان بشه، خب سنی حکومت، اونا حکومت میخوان، بذار حکومت کنن، یه لقمه هم با ما بدن، مشکل تو همینه. مشکل اهل کوفه هم همین بود، مشکل ذاتی با امام حسین نداشتم، خیلی هاشون همونی که فرزدق به حضرت سید الشهدا عرض کرد قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلاشون با شماست، شمشیرهاشون بر علیه شماست، یا ابن رسول الله. مشکل همینه که دیگه یرو سبیل الرشد لا یتخذوا سبیلا، راه حضرت کاظم علیه السلام رو ببینن، اون همه معاجز، اون همه جانفشانی، والله مسلمان ها در آن زمان همین که ببینن حضرت کاظم به زندان افتادن، عبد صالح خدا بشنوند، باید بیان اعتراض کنن، قبول نکنن، کشته بشن، کشته باید اعتراض کنن، یرا سبیل الحق لا یتخذ سبیل، و ای رو سبیل الغی، مشکل اینه، راه کج رو هم اگه ببینن، آه معاویه است، میگه بریم با معاویه، یزیده بریم با یزید، سنی میگه آه چه اشکال داره، آه سنی هم حکومت کنه، چی سنی هم حکومت کنه، چی؟ آه ولش کن، این چیزای 400 سال پیشه، شما این حرف رو میزنید ولی اون پیشش مال 1400 سال پیش نیست، اون پیشش زنده است،
مولوی هم عبدالحمید هم در میاد میگه فایده نداره ما پشت سر شما نماز بخونیم، شما پشت سر ما نماز بخونیم. اگر راست میگین بدین نصف مملکت رو ما اداره کنیم. آقا مگه شما سنی ها نصف این مملکت هست؟ نصف این مملکت، نصفش رو میخوان اداره کنیم. خیلی وقیحانه هم میگه، راحت هم میگه، تو مملکت امیر مؤمنان اینگونه میگه. خیلی پایین تر از این حرفا رو زده بود شهید نمر در عربستان که گرفتن اعدامش کردن. خیلی پایین. من میگم این دیدگاهشونه. مشکل اینه که مردم اینن دیگه. یا ولش کن، هر کی بود آره، برای ما چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ بله حالا حضرت موسی بن جعفر هم به زندان افتاد، بحث بشه. خب چی شد؟ چه کار کردید؟ حتی سنی عامت الناس در اون زمان ضد حضرت موسی بن جعفر نبودن. آقا عبد صالح رو میگیری به زندان میده، آقا برید صحبت کنین، عشایره اینا فشار میده. در روایت داره که بین الضلوعین 70 پیامبر رو سر میبریدن. بعد آفتاب طلوع میکرد میرفتن در مغازه‌هاشون رو باز میکردن چرت که میزنن. دادوسه انگار چیزی نشده. امام حسین رو بکشن بعد میره پیش زنش، بی خیر دنیا رو برات آوردم. یه چی بودیم؟ یه سر امام حسین، یه خاک بر سرت. مردم برای زن و بچهشون طلا میارن، سر فرزند رسول خدا رو برای من میاری؟ نانجیب. زنش غیرتش بیشتر بود. نمیدونم حالا آدم خوبی بود آدم بدی بود، ولی غیر یه جا غیرت داشت، یه جا انسانیت داشت. حالا آقا علی ابن موسی را سرت سلامت. شب شهادت حضرت موسی بن جعفر. الان ظاهرا رفتن خیلی عراق الان وضعیت کابیدم سنگینه، ولی الحمدلله ظاهرها رفتن پابوس، رفقا هستن اونجا خبر دادن. میلیون ها ظاهر سرازیر شدن در بغداد. کجا میخوان برن؟ میخوان برن همون جایی که علی ابن سبیل منتظر بود، جسر الرصاف و جسر بغداد. اون نسیمی بوزد از اون جنازه حضرت، اون نسیم روح بخشه. وارد زندانش تا کردن حضرت سجده کرد، خدایا طالما طلبت منک، چه بسیار ازت درخواست کردم، ان تفرغنی لعبادتک، برای من مهیا کنی که با تو راز و نیاز کنم. وقت فعلت فلک شکری، حالا به من این فرصت رو دادی که عبادت کنم، تو را شکر میکنم. یه دعا اولی که حضرت رو زندان بردن. اما یه دعای دیگه هم بود برای حضرت. بین این دو دعا چی شد من نمیدانم. حضرت سر به سجده بذارن، یا مخلص الشجر من بین ما امرتی، ای خدایی که درخت رو از بین آب و گل نجات میدهی، یا مخلص الطفل من بین رحیمت و مشیمت و رحم، ای نجای رهایی ده جنین از دل تاریک و تنگ مادر، خلصنی من سجن هارون، دلم تنگ شده است، مرا رهایی ده از زندان هارون. حالا چی بود زندان من نمیدانم، اما عبارت داره در زیارت حضرت المعذبی فی قعر السجون. این عبارت سنگینه. اون کسی رو که شکنجه میکردن در اون آخر زندان یعنی چی؟ خب گاهی این زندان یک اتاقیه، یک جاییه نزدیک راه. این آه میکشه میدونه یک کسی آه دلش رو میبینه، اما یک کسی رو گرفتن آخر زندان، یا
یه جایی مثل چاه کندن و فی ظلم المطامیر نمناک در اون تاریکی اونجا شکنجه می کردن حضرت، هرچه آه بکشد کسی صدا را نشنود. حالا باز حضرت تحمل دارن، امامن، معدن و صبرن. چه شده که حضرت دعا می کنن خدایا خودنی الی، من تحمل ندارم. آقا این سندی ابن شاهه که نانجیب، اون زندی ابن شاهه که یهودی زاده، تا حضرت حالا ته چاه یک پنجره ای هست، میخوان نفس یه مقدار هوا استنشاق کنن، نفس بگیرن، صورت مبارک رو نزدیک بیارن، اون نانجیب بیاید بر صورت حضرت، بر صورت حضرت بزنه. خب خیلی سخته، اما یک کار دیگه میکنه، و یه سب و بذالی که فاطمه، من نمیدانم، شاید همین مسئله ابوالحسن موسی بن جعفر راز باده. چه شد؟ علی ابن سوید هر جور شد خودش رو رسون به حضرت. شاید یه مقداری هارون خواست یک کسی بیاد از شیعیان حضرت ببینه حضرت سالمه، دیگه میخواد حضرت رو شهید کنه، مثلا بعد بتونه مسئله رو جمع کنه. آمد. چقدر سخته. ما الان در زمان غیبتیم، اما امام زمان اونجوری شکنجه نمیشن. حالا در اون زمان شیعیان این رو ببینن که به خاطر خودشون، اشتباهات خودشون، امام زمانشون شکنجه میشن، چقدر آرامششون از بین برود. بیاید علی ابن سوید ابن رسول الله واقعت صدور شیعته، دیگه دل شیعیان شما تنگ شده، متل فرج، یه نگاهی کردن، فرمودن الفرج یوم الجمعه علی جسر بغداد، میخوان فرج رو ببینین، رهایی امامتون رو ببینین. آخه امام رو هم بیرون از زندان بیاورن رها نمی کنن، این رهایی حقیقی است. بیاین جسر بغداد، اونجا فرج. الله اکبر، روز جمعه بود، همه شیعیان آمده بودن، منتظر بودن، شیعیان در حال انتظار، اما امام زمانشون حضرت موسی بن جعفر فی قعر السجود در کنج زندان دست و پا میزنن. سبز جانفا میرسد از بغداد، نالی جانسو که بیا ای رضا و به حالم نسو. خیلی سخت انسان در غربت، جان به جان آفرین تسلیم دهم، من نمیدانم آن زهر با زبد جعفر چکه، اما رنگ بدن آقا را تغییر داد. ایوا ویلا ایوا مزبد جعفر. خیلی خوب گفته این شاعر، شاعری که در کاظمین به دنیا آمده، در همین مشهد الرضا دفن شده، خدا رحمتش کند، مرحوم سید رضای قزوینی. ایوضع فی الاغلال موسی بن جعفر، آیا سزاوار از موسی بن جعفر رو در غل و زنجیر قرار بده؟
ويودح أعواما بقعر السجون ويخرج حمالون بالنعش ميت سليان سايال در زندان قرار بگیره آخر الامر بشود چارت از حمالی بیایه آه ويوضع فوق الجيس طرح ميت میایم ناگهان در زندان باز شود شیعیان گردن ها را دراز کنند ببینند جنازه ای آمده چهار نفر حمال او را بر دوش دارند یه نانجیبی هم مقدم این جنازه داد میزند هذا امام الرفضه هر کس میگوید این قائم از بیاید ببیند مرده آه و ویلا و موسی بن جعفر آغلن بنا زرا شیعیان همه یک صدا و اماما و موسی بن جعفر آقا یا کاظم الائمه خیلی غریب بودید واقعا غربتتون شبیه غربت جدتون امام حسین بود اما وقتی جنازه رو باز کردن سر بر تن داشتی جد غریبتون حسین کبرا از خیمه های زود با سکینه با رباب با بی بی آمده ایستادن در مقابل اون جنازه زینب کبرا اشاره کرد با سبابه شروع به سخن گفتن با اون جنازه پاره پاره نمود سکینه تعجب کرد نگاه کرد عم جان هذه الجنازه بلارا بدن که سر ندارد با که سخن میگوی قالت او که لبو عباکم حسین با بدرت حسین سخن میگویم آقا فراموش شد تشنگی فراموش شد خیمه‌ی سوته فراموش شد دشمن همه صدا زدن و حسین حسین و 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 حس